سلام همگی، به یه ویدیوی دیگه از مرکز خرید دات کام خوش اومدین. نزدیک به یه دهه از عرضه جی تی ای وی میگذره و این عنوان هنوز هم بین گیمرها از ارزش زیادی برخورداره. تا قبل از این هیچ وقت یک بازی بعد از ارزش تا این اندازه محبوب باقی نمونده بود. دائما به روزرسانی‌های جدیدی برای حالت آنلاین جی تی ای انجام میشه و بازیکنان زیادی به طور مداوم از اون استفاده میکنن. همراه با بازی آنلاین گیمرها هنوز در حال کشف مناطق مخفی جدیدی هستن که به ارزش تکرار این بازی اضافه میکنه. بریم سراغ اولی مکان مخفی، داخل آزمایشگاه انسانی. هیومن لبس یه مرکز تحقیقاتیه که توی منطقه خلوتتر از نقشه سان آندریاس قرار داره و با چند ترفند یواشکی بازیکنان خودشونو در حال کاوش توی فضاهای مخفی داخل این ساختمان خصوصی پیدا میکنن. برای دسترسی پیدا کردن به فضای داخلی این آزمایشگاه باید به ساختمون نزدیک شید. دعوت شغلی رو از تلفن شخصی خودتون قبول کنید و از منوی شغلی که نمایش داده میشه خارج بشید. این کار باعث میشه بازیکن در داخل این آزمایشگاه قرار بگیره. بازیکنان میتونن در اطراف پرسه بزنن و ایستریک های منطقه رو کشف کنن. با وجود سایر آزمایشگاه ها یا پناهگاه های مخفی موجود توی جی تی ای، فضای داخلی این مرکز کاملا خالیه و شما راحت میتونید به گشت و گذار در اون بپردازید. این منطقه مخفی با اتاق های متعدد و فضاهای وسیعش خیلی بزرگه، انقدر که بازیکنان ممکنه توش گم بشن. برج ساعت، یه برج آسمون خراش که یه ساعت سیاه و سفید بزرگم داره، تو غرب لس سانتوس قرار گرفته. این ساختمون به اندازه کافی زیباه و میشه از نگاه کردن بهش لذت برد. اما بازیکنان در واقع میتونن به بالاترین نقطه این سازه برن. بعد از اینکه به یکی از پشت بوم‌های برج پا گذاشتی، نردبون‌های مختلفی رو پیدا می‌کنید که صاف به سمت بالا میرن. اگه بازیکن‌ها برای رسیدن به بالاترین سطح برج از یکی از این نردبون‌ها بالا برن، به یه منظره 360 درجه عالی از کل شهر و همینطور نقطه فوق‌العاده‌ای برای تیراندازی به دشمنان دست پیدا می‌کنن. وسایل نقلیه هوایی رو هم میشه به راحتی توی اینجا به پرواز در آورد. خلاصه که این برج ساعت یه مخفیگاه غیر منتظره است که میتونه یه کاور خوب به بازیکن‌ها بده. اینم باید بگیم که ساعت توی برج به زمان واقعی وصله و به درستی کار میکنه. معدن مخفی، این تونل معدن مخفی یکی از بزرگترین مکان‌های مخفی بازی به شمار میاد و هم به طرز جالبی طراحی شده و هم خیلی اسرارآمیزه. این مکان توی منطقه کوهستانی نقشه قرار داره و بازیکنان میتونن با منفجر کردن درهای چوبی ورودی بهش دسترسی پیدا کنن. بعد از منفجر شدن با نارنجک یا هر سلاح انفجاری دیگه‌ای، ورودی تاریکی معلوم میشه که اون سرش به یه معدن مخوف میخوره. تونل که دامنه وسیعی از زمین رو پوشش میده، حتی توی یه سری از جاها چند مسیره میشه و به جهات مختلف میره. بازیکنان تو بعد ورودشون با یه جسد عجیب و غریب روبرو میشن که لباس معمولی دهه 40 میلادی به تن داره. این مکان به تنهایی جای خوبیه و حتی ممکنه توی یکی از ماموریت‌های جانبی بازی نقش مهمی داشته باشه. شاید هم نداشته باشه، کی میدونه. پناهگاه فرودگاه لس سانتوس. جی تی ای 5 به داشتن پناهگاه‌های به درد بخور روی نقشش معروفه، اگرچه که پیدا کردنشون یکمی سخت‌تره. تو حالت آنلاین یکی از این موارد رو میشه توی فرودگاه لس سانتوس مشاهده کرد. بازیکن‌ها میتونن با پایین کشیدن دریچه روی پشت بوم یا از طریق درهای پشتی ساختمون بهش دسترسی پیدا کنن. این مکان وسایل مختلف زیادی رو توی خودش جا داده که میشه ازشون استفاده کرد، از جمله تعدادی ماشین فروشی نوشیدنی و یک کولر آبی. این پناهگاه به اندازه کافی بزرگه، اما متاسفانه روی درهای داخلی اون عبارت فقط پرسنل مجاز نوشته شده که چیز زیادی برای انجام یا کاوش باقی نمیذاره. با این حال اگر یک جنایتکار تحت تعقیب در حال فرار هستید، مکان مناسبی برای پنهان شدن از دست پلیسه. همینطور مشخص نیست که راکستار برنامه‌های اولیه‌ای برای این اتاق داشته یا نه، وگرنه میتونستیم از نقشه اون در کمپین اصلی جی تی ای با خبر بشیم. استخر بزرگ اوته، درست در وسط نقشه لس سانتوس یک هتل بزرگ قرار داره که روی نقشه هیچ اثری ازش نمیبینید و از سوی خیابون قابل رؤیت نیست. سازندگان بازیکار خلاقانه ای رو برای پنهون کردن این مکان انجام دادن که کسی به شک نیفته و در این حال از کشفش لذت ببرن. بازیکنان میتونن از درهای خود هتل وارد این منطقه بشن و به راهروی برن که در نهایت به یک استخر روباز میرسه. تو اینجا ما یه طراحی زیبا از سنگ مرمر و درختای نخل میبینیم که یه پوزیشن عالی برای عکسبرداری با بقیه بازیکنان آنلاین هم هست. خود استخر هم به اندازه کافی بزرگ هست که بتونه تعداد زیادی از افراد دیگر رو تو خودش جا بده. به دلیل محیط در معرض دید، این مکان رو میشه از بالا و از طریق هلیکوپتر مشاهده کرد. غار تایم
تانگوا یه مکان سری دیگه برای پنهان شدن این غاره که در میون تپه‌های تانگوا قرار گرفته. این غاره کوچیک به کوههای مشرفه که تو نقشه سنارس می‌بینید و تو نقطه پنهون از سایر نقاط این منطقه قرار گرفته. بازیکنان میتونن با استفاده از هلیکوپتر یا وسایل حمل و نقل هوایی دیگه به این غار دسترسی پیدا کنن. البته باید در نظر داشت که پیدا کردن این غار یکم زمان بره، چرا که تو نگاه اول شبیه به یه سایه یا حفاظ ورودی اون باریک و تنگ و منظره زیبایی از کوهستان ها رو به نمایش میذاره. این منطقه بهترین جا برای پنهان شدن از دست دشمناست و میشه در اون از بمب ها و نارنجک ها برای پراکنده کردن شکارچیان منطقه استفاده کرد. منطقه قرارگیری ون تاکو. اگه به دنبال یه اتومبیل بزرگ و جادار برای حمل سلاح هستید، این منطقه سری برای شما ساخته شده. این منطقه تو ضلع شمالی سندی شورز واقع شده. ماشین تاکو معمولا تو حاشیه جاده خاکی، جایی که عده‌ای از علاقمندان تاکو مشغول استراحت هستن، قرار داره. دقت داشته باشید که باید بین ساعت 1 عصر و 2 نیمه شب به این منطقه برسید، چرا که اتومبیل فقط توی این بازی زمانی تو نقشه ظاهر میشه. ون سرنشینی نداره، بنابراین لازم نیست در خصوص بیرون کردن بقیه نگرانی داشته باشید. میتونید به راحتی سوار بشید و رانندگی کنید. با توجه به ساختار ون، شخص دیگه هم میتونه بدون ترس از افتادن روی سقف ماشین بیسته. صدای ارواح در کنار دریا. اگه ساعت بازی 11 شب رو نشون داد و دنبال یه تجربه ترسناک بودید، این منطقه شگفتی‌های ماورایی برای شما خواهد داشت. این منطقه در کنار ساحل واقع شده که محل محبوبی برای کمپ کردن دیگرانه. بازیکنان بعد از گذراندن یه مدتی توی این مکان کم کم صدای ترسناک و شومی از ارواح میشنوند که توی اون مکان سکونت دارن. این صداها گاهن لطیف، شوم و زمزمه مانند هستن و گاهی به شکل فریادهای گوشخراش بروز پیدا میکنن و تناقض جالبی با صدای آرامش بخش امواج اقیانوس و جیرجیرک‌ها ایجاد میکنن. این صداها متعلق به ارواح مردا و زنایی هستن که توی این منطقه سرگردونن. با توجه به فریادهای سرشار از درد و زجری که میکشن، میشه با اطمینان گفت که مرگ وحشتناکی رو تجربه کردن. خانه مربی تنیس. پیدا کردن این منطقه یکمی راحت‌تره و به یه منطقه معروف دیگه هم تو نقشه نزدیکه. جزئیات مرتبط با این مکان تو یکی از ماموریت‌های بازی تحت عنوان مشاوره ازدواج پنهان شده. توی این مرحله شخصیت اصلی بازی مایکل دسانتا به دنبال همسرش به امارتش در تپه‌های راکفورد میاد. به محض رسیدن متوجه دو تا راکت تنیس مشکوک میشه که به در ورودی تکیه داده شدن. این نکته اونو مجاب میکنه که به سرعت به خونه وارد شه و مچ همسرش رو حین خیانت با مربی تنیس کایل چاویس بگیره. امیدوارم دیدن این ویدیو لذت برده باشین. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیو دیگه از مرکز خرید.com. خدافظ.